سلام عزیزای دل حالتون چطوره امروز قرار درباره یک موضوع جذاب صحبت کنیم که باعث میشه به ایرانی بودن و اون افتخار کنیم میخوایم از موفق ترین ایرانی های دنیا براتون از سختی هایی که تو زندگیشون تجربه کردن از محدودیت هایی که داشتن از شکست هایی که تجربه کردن اما همیشه و تحت هر شرایطی به راهی که میخواستن ادامه دادن مسیرهای سختی که ازشون گذشتن و خلاصه کل زندگیشون رو میخوایم بهتون بگیم تو این ویدیو قرار جواب همه این سوالات رو بدیم فقط قبل از اینکه شروع کنیم این ویدیو رو لایک کنید برای حمایت از کانال دانسین روز رو سابسکرایب کنید زنگوله رو بزنید که اولین نفری باشید که از ویدیوهای ما باخبر بشید اگر هم موضوعی هست که دوست دارید دربارش براتون ویدیو بسازیم حتما تو کامنت ها بهمون بگید چون همیشه کامنت ها رو میخونیم و جواب میدیم بریم سراغ اصل مطلب فرزاد نازم یکی از موفق ترین نخبه های ایرانی که سال 1340 در تهران به دنیا اومد و همینجا هم دیپلمشو گرفت اما بعدش رفت آمریکا تو دانشگاه پلیتکنیک کالیفرنیا تو رشته کامپیوتر ادامه تحصیل داد فرزاد بعد از اینکه مدرک کارشناسی ارشدش رو گرفت تو دو, دو تا شرکت بزرگ آمریکایی کار کرد و یکی از اعضای هیئت مدیره این شرکت رو نازم تو شرکت یاهو به عنوان یکی از اعضای اصلی مهندسی شبکه یاهو کار میکرد انقدر این آدم خفن بود که هنوز یه سال نشده مدیرای یاهو تصمیم گرفتن فرزاد رو به بخش فنی منتقل کنن و هنوز یه ماه نشده بود که تو اون بخش کار میکرد که مدیریت اون بخش رو بهش دادن فرزاد نازم به خواست خودش از کناری کنارگیری کرد مدیریت یاهو هم 9 میلیون و 600 هزار دلار به عنوان پاداش به فرزاد جان داد که به پول ما میشه حدوداً 530 میلیارد تومان تو سال 82 فرزاد نازم به عنوان 14 امین ثروتمند ایرانی و یکی از میلیونرهای موفق ایالات متحده آمریکا معرفی شد تو همون سال ثروت نازم 300 میلیون دلار اعلام شده بود که به پول ما میشه 16 هزار میلیارد تومان نفر دوم خانم مریم میرزاخانی ایشون هم یک بانوی نخبه ایرانی هستن که تو سال 56 تو تهران به دنیا اومد مریم میرزاخانی سال سوم و چهارم تو دبیرستان فرزانگان تهران تونست مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری رو کسب کنه و به المپیاد جهانی ریاضی هونگ کنگ هم راه پیدا کنه کل امتیاز این المپیاد 42 بود و خانم میرزاخانی نمره 41 رو گرفته بود به خاطر همین موفق به کسب مدال طلای جهانی هم شده خانم میرزاخانی خفنتر از این حرف ایشون تو سال 73 تو المپیاد جهانی ریاضی کانادا نمره کامل رو گرفت و تونسته طلای جهانی رو هم به دست بیاره مریم میرزاخانی اولین کسی بود که دو سال مدال طلا گرفت علاوه بر این ایشون اولین دانش آموز ایرانی هم بودن که تو آزمون المپیاد ریاضی نمره کامل گرفتن واقعا دمش کرد ایشون تو سال 92 برنده مدال فیلدز هم شد این مدال بالاترین نشان علمی رشته ریاضی و بهش میگن نوبل ریاضیات هر چهار سال یک بار هم به دانشمندای برگزیده زیر 40 سال میدن حالا میرزاخانی اول ایرانی بود که تونست این مدال رو برنده بشه متاسفانه خانم میرزاخانی 23 تیر 96 تو سن 40 سالگی به خاطر سرطان فوت کرد اتحادیه بین المللی انجمنهای ریاضی جهان هم برای احترام گذاشتن به خانم میرزاخانی روز تولدشون یعنی 22 موردی بهش رو به عنوان روز زن تو ریاضیات نامگذاری کرد ایرانی موفق بعدی کسیه که همه تو چون کمتر کسی پیدا میشه که آوازه رو به گوشش نرسیده باشه پروفسور مجید سمی دکتر سمی تو 29 خرداد 1316 تو تهران دنیا اومد. ایشون به عنوان بهترین جراح مغز و اعصاب تو دنیا شناخته میشه. چون تونسته روشهای جدیدی رو تو جراحی مغز ابدا کنه و به جراحهای زیادی هم آموزش داده و استاد بزرگی. پدر دکتر سمی از خانواده سرشناس رشته و جالبه بدون خاندان سمی یکی از خانواده اصیل گیلان و افراد زیادی از خاندان سمی تاثیر زیادی تو پیشرفت فرهنگی و اقتصادی و علمی ایران داشتن پروفسور توی یکی از گفتگوهاش گفته که از 11 سالگی علاقه زیادی به جراحی مغز و اعصاب پیدا کرده برای همین بعد از اینکه دیپلمش رو تو ایران گرفت به خاطر همین علاقش به جراحی مغز و اعصاب تو دانشگاه یوهانس گوتنبرگ آلمان تحصیلاتش رو ادامه داد پروفسور بنیانگذار بیمارستان خصوصی علوم عصبی هانوفر آلمان هم هست و در حال حاضر ریاست این بیمارستان هم دست خودش از افتخارات خیلی زیاد ایشون میشه به نشان مدال فدرال آلمان جایزه ابن سینا چهره‌های ماندگار سال 84 جشنواره خوارزمی سال 92 و مدال طلای نیکولای پیروگوف سال 96 که تو کارنامه‌اش هست اشاره کرد. تو سال 1390 هم برای قدردانی از کار و های برجسته پروفسور سمی تو زمین جرای مغز و اعصاب، فدراسیون جهانی انجمن‌های جرای مغز و اعصاب تصمیم گرفت یک مدال افتخاری به اسم پروفسور طراحی کنه. این مدال از نقره خالص ساخته شده و تو یه طرف مدال عکس پروفسور و تو یکی طرف مدال یه جادوگر بالای جمجمه است. دلیل اینکه تو تصویر جادوگری که این انجمن معتقده پروفسور مثل جادوگر با دستاش جادو میکنه. ایشون تو سه 83 تو بیشتر از 20 هزار تا جراحی مغز حضور داشته. دو سال پیش دارایی خالصش تقریبا 1.5 میلیون دلار یا همون دو میلیارد تومان اعلام شد. قبل از اینکه نفر بعدی رو بگیم میخوایم یه ذره حرف بزنم. ما الان داریم تو اصل زندگی میکنیم که تو اون شاخهای مجازی رو هر قش سنی میشناسه اما ایرانی های موفقی که باعث افتخار آفرین شدن و نه امروز با این ویدیو میخوایم حتی یه ذره هم که شده به شما چیزی رو نشون بدیم که به جای اینکه وقتتون علکی تلف کنید با شخصیت ارزشمند ایرانی بیشتر آشنا بشید مثلا همه دنیا جهانبخ رو میشناسن اخبارش رو دنبال می‌کنن. اما به نظرتون چند نفر از همونا تا حالا درباره زندگی نامه ایرانی موفق سرچ کرده البته شما دلنگیزو که اینجوری نیستید ما داریم بقیه رو میگیم یه وقت سوء تفاهم نشه ما میدونیم شما این شکلی نیستید نفر بعدی رو احتمالاً تا الان اسمشو شنیدید اولین ایرانی فضا نورد ما قبل از ایشون هم فضا نورد ایرانی داشتیم اما اولین کسی که بدون پیکنیک رفته فضا خانم انوشه انصاری خانم انصاری 21 شهریور 45 تو مشهد به دنیا اومد. ایشون تو مصاحبه گفته فضا نوردی رو از بچگی دوست داشت و حتی وقتی که میرفته خونه ما در بزرگی شب تو تراس میخوابید و با لذت به آسمون و ستاره نگاه میکرده و درباره فضا کنجکاو بوده. خانم انصاری میگه همیشه نقاشی که تو بچگیش میکشید از فضا بود و قلبا به فضا نوردی و نجوم علاقه داشت. اما خب چون بچه بوده کسی حرفش رو گوش نمیداد. انوش انصاری تو 16 سالگی به خاطر تحریم ها و محدودیتهایی که تو ایران بود با خانواده‌اش از ایران مهاجرت کرد. خانم انصاری به غیر از زبان مادریش زبان لیسی و فرانسوی و روسی رو هم بلد اما به جز فضانوردی حرفه دیگه هم یاد گرفت انوشه مدرک کارشناسی خودش رو تو رشته مهندسی برق گرفت و بعد تو رشته ارشد الکترونیک دانشگاه جورج واشنگتن تحصیل کرد بعد از اون تو یک شرکت مخابراتی شروع به کار کرد و با حمید انصاری آشنا شد و تو سال 69 با هم ازدواج کرد انوشا همسرش تو سال 72 یک شرکت به اسم تلکام تو ایالت تگزاس هم تأسیس کردن و این شرکت تو زمینه فناوری ارتباطات و تجهیزات شبکه کامپیوتری فعالیت و اما رسیدیم به سفر خانم انصاری به فضا سازمان فضای روسیه به صورت رسمی اعلام کرد که خانم انصاری به عنوان اولین بانوی کاوشگر فضایی تو یکی از پروازهای فضاپیمای سایوز قرار به مدار زمین سفر کنه این فضاپیما 27 شهریور 85 از پایگاه فضای بایکونر تو قزاقستان به فضا پرتاب شده و دو روز بعد با موفقیت به ایستگاه بین مللی فضایی اضافه شد خانم انصاری نه روز تو فضا بود این نه روزی که تو این ایستگاه فضایی بود یه سری آزمایش های علمی رو برای آژانس فضای اروپا انجام داد پارسال ثروت ایشون 750 میلیون دلار یا همون 41 هزار میلیارد تومن ای. ایرانی موفق بعدی پیر امیدیاره ایشون الان 56 سالش و یکی از ثروتمندترین افراد جهانه ایشون کارآفرین ایرانی که تو پاریس دنیا اومد و تو 6 سالگیش با پدر و مادرش با آمریکا رفت. آی پیر امیدیار یا پرویز مراد امیدیار یه روز پشت کامپیوترش نشست و میخواست یک سایت برای آگهی خرید و فروش جنسای دست دوم درست کنه. همین سایت دیوار خودمون از روی ایبی کپی شده دیگه. همین الان که شما دارید ویدیو رو میبینید اون سایتی که امیدیار به اسم ایبی رو اندازی کرد به عنوان بزرگترین سایت حراج مشهوره. امیدیار یه بار گفت من هیچ فکر نمیکردم که یه روز شرکتی رو اندازی کنم که تا این حد مشهور و موفق بشه تنها انگیزه من این بود که روی تکنولوژی جدید و به روز کار کنم و اصلا قصد جدی نداشتم و همینطوری از روی کنجکاوی این سایت و ساختم چون موقع اصلا کارم چیز دیگه بود در حال حاضر شرکت ایبی توی ایالت کالیفرنیا است و طبق آخرین آمار این شرکت 13000 هزار کارمند داره امیدیار با این شرکت تونسته میلیارد دلاری درآمد داشته باشه و همین باعث شده که اون تو سن سالگی به یکی از ثروتمندترین افراد جهان تبدیل بشه ثروتش قرار هوش از سرتون ثروت خالص پیر امیدیار 23 میلیارد دلاره فقط خدا شاهد ما برای این ویدیو چند ماشین صبحش از کار انداختیم تا بتونیم حساب کنیم چون به پول ما ثروتش چیز حدود 126 هزار میلیارد تومنه بله درست شنیدید به علاوه این ثروت 5 درصد از سهام ای بی 6 درصد از سهام پیپل رو هم داره حالا آره شما بگید اگر یه روز از کسایی که تو ویدیو گفتیم و نزدیک ببینید ازشون چی میپرسید یا چه درخواستی دارید ممنون که تا این تا این ویدیو همراه ما بودید فراموش نکنید برای ما یه تزما ویدیو رو لایک کنید کانال دانس این روز رو همین الان سابسکرایب کنید زنگوله رو بزنید تا اولین نفری باشید که از ویدیو ما با خبر بشید موضوعی هم که دوست دارید دربارهشون براتون ویدیو بسازیم تو کامنت ها بگید دو تا ویدیو قبلی ما رو هم ببینید چون مطمئنم خوشتون میاد تا ویدیو بعدی هم خدا نگهدار